من ریحانه جباری در آن روز خیس عرق بودم، مثل حالا که 26 سال دارم و یادآوری می کنم آنچه بر من گذشت. اکنون نیز که در حال جراحی این قده چرکین هستم، خیس عرقم. از آن لحظه به بعد دانستم همه رویاهایم در حال سوختن است، در تبی که نمی دانستم چگونه کنترلش کنم. من پرواز مرگ را در آن خانه دیدم، سیاهی و تباهی را، دود را، درد را، و اکنون می خواهم به کابوس چند سالم پایان دهم. بارها خواستم بنویسم و هر بار ناتمام رهایش کردم، چرا که گذاشتن چاقوی جراحی بر این زخم کهنه بیشتر آزارم می‌داد. اما در این لحظه از شب بی پایان بند دوی زندان شرقی زیر نور مهتابی و در سکوت زندان بی صدا درد را استفراغ می کنم. راهی جز گفتن ندارم که در قصه های کودکیم با سنگ سبیل آشنا شدم. اگر نگویم می میرم. پس آنقدر میگویم تا سنگ صبورم بترکد. شاید درد تمام شود، شاید راه گلویم باز شود. من در همان لحظه که چاقو را برداشتم مردم و تمام این سالها ادای زندگی را درآوردم. فقط روز را شب و شب را روز کردم. روحم مرد، روح لطیفم در 19 سالگی مرد. بسیاری از شبها با کابوس سر کردم، کابوس مرگ حیوانات بیپناهی که پناهشان بودند. همیشه از رنج کشیدن هر موجود زنده عذاب میکشیدم و این سالها پر بود از عذاب. عذاب دخترانی که هر کدام قصه‌ای داشتن پر قصه، مثل خودم. عذاب فاخته‌ای که شاهد اعدامش بودم. در این سالها یاد گرفتم که مرگ پایان رنج بسیار است و شاید آغازی بود. من ریحانی جباری 26 ساله از مرگ نمی ترسم، ولی ریحانی 19 ساله می ترسم.